کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عربستان سعودی در میان 12 کشور برتر جهان از لحاظ سرعت اینترنت همراه قرار گرفتند. سرعت اینترنت امارات متحده عربی 10 برابر ایران برآورد شده است. مهندس علیرضا الفت، کارشناس اقتصاد و حوزه شبکه و ارتباطات از تهران با ما هستند. آقای مهندس سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام و روزتون بخیر. دلیل وضعیت نامطلوب اینترنت ایران حتی نسبت به کشورهای توسعه نیافته چیست؟ بفرمایید. ببینید، بحث توسعه یافتگی مبحثی است که خب با چند تا شاخص تبدیل میشه به شاخص کلی. یه چیزهایی مثل امید به زندگی، خب جنسیت، قدرت خرید و اینا همه توش تأثیر داره. این توسعه یافتگی رو اگر ما بخوایم صرفا ایران رو باید کشور در حال توسعه ما لحاظ بکنیم، خب این سقوط رو ما از 2 سال پیش داشتیم تو شاخص توسعه یافتگی و عملا خب با توجه به شرایط موجود این رو هم میتونیم تعمیمش بدیم به حوزه‌های دیگه. درسته که کشور از لحاظ تأمین زیرساخت و تجهیزات تو حوزه اینترنت و شبکه ارتباطات تونسته زیرساخت خوبی رو ایجاد بکنه و تجهیزات خوبی رو بیاد به کار بگیره، اما دو نکته رو ما همیشه از نظر دور نکنیم. ما در حوزه تکنولوژی ارتباطات یک کشور پیرو مصرف کننده هستیم و در حوزه اجتماعی هم کشوری هستیم که بیشتر نگاه میکنیم با سیاست گذاری هامون تا اینکه توسعه یافتگی رو در سطوح مختلفش و پارامترهای متفاوتش رو به کار بگیریم. خب این تاثیر میذاره. ما زیرساخت بسیار گسترده‌ای رو وارد کشور کردیم، هزینه‌های بسیار بالایی رو برای این به کار بردیم، اما در کنار اون زیرساخت رو صرفاً برای توسعه امکانات رفاهی شهروندان در نظر نگرفتیم، بلکه اون چیزی رو که به عنوان حالا امنیت ملی تلقی می‌کنیم رو علارغم توصیه‌های بزرگان از ادوار تاریخی مختلف اومدیم تعمیم دادیم به محدود کردن شهروندان. خب به همین دلیل هم هستی که بسیاری از این زیرساخت‌ها که وارد کشور شده عملا داره برای شنود و فیلترینگ استفاده میشه. محتوایی که توسط اینترنت میخواد در اختیار مردم قرار بگیره معمولا باید از یک سری گذرگاه‌های عبور بکنه که خب این کندی سرعت هم خیلی دور از ذهن نیستش. بله جناب مهندس، چرا علارغم سطح بالای دانش و آگاهی متخصصان این حوزه در ایران وضعیت اینترنت ایران اسفبار است؟ ببینید، ما اگر نگاهی بندازیم به سالهایی که عملا توسعه اینترنت تو ایران شکل گرفتش، تا اونجا که من یادم میاد از سال 71-72 بودش که ما اولین پروژه ها رو شروع کردیم در این حوزه و خب پیشرفت خوبی شکل گرفتش تا سالهای پایانی دولت آقای خاتمی. یه مزیتی که ما تو ایران داریم اینه که بسیاری از لایسنس ها و نرم افزار ها تو ایران با توجه به اینکه ما وایپو نپیوستیم با هزینه بسیار کمی و عملا مجانی و هم قابل تامین هستش. در این زمینه خب بچه های بسیار خوبی از ایران روش کردن با فرصتی که به وجود اومده بود و می توانستن تجربی رو به دست بیارن که تو بقیه نقاط دنیا این تجارب رو به دست آوردن هزینه های بالایی داشت. خب رشد بسیار سریع شکل گرفت. بسیار بچه های کسایی که در این حوزه کار می کردن تخصص بالایی پیدا کردن. خب این تخصص بالا از نظر کسانی که تأمین محتوا می‌کردن و حوزه‌های مختلف کشور رو رهبری می‌کردن در صرفاً توسعه، باز هم من اشاره می‌کنم، امکانات رفاهی و ارتباطات برای
حل مشکلات مردم شکل نگرفتش. ما بسیاری سرویس هایی رو به وجود آوردیم، این سرویس ها در کنارشون متخصصین فراوانی تونستند تجربه های بسیار زیادی کسب کنند، ولی در عین حال ما این توسعه یافتگی رو در حوزه فیلترینگ و در حوزه نظارت امنیتی و شروط هم داشتیم. این کارها حدود از سال 77-78 بیشتر شکل امنیتی به خودش گرفتش بعد از جریان کوی دانشگاه، و توجه دستگاه امنیتی ما جلب شد به این سمت و بسیاری از بچه‌ها این حوزه رو هم جذب کردند به سمت خودشون. و بالاخره خب نمیتونیم بگیم که جوانان ما هیجان قرار گرفتن در یه سری محیط‌های مدلی رو نداشته باشن. خب من بهشون حق میدم وارد این حوزه ها شدن و تخصصشون رو در اون حوزه به کار گرفتن و بسیار هم متخصص شدن. شاید ما بتونیم بگیم که در حوزه فیشینگ و هکینگ و فیلترینگ و اینها بهترین متخصصان جهان هم داریم. خب این تخصص رو در جای خوبی به کار نگرفتیم و در این حال همین بچه ها همینجوری که سنشون بالاتر رفتش قاعدتا از این دایره خارج شدن، متوجه شدن دارن چه کار میکنن و بسیاری از این متخصصان رو ما از دست دادیم. امروز ما توی کشور متاسفانه دوچار یک فقر متخصص شدیم در حوزه ارتباطات و زیرساخت. در حوزه نرم افزار هم خب بچه های بسیار خوبی داریم، ولی متاسفانه بله. باز این رو هم میتونیم بگم و به صورت دارن کشور خارج میشن یا جذب به عبارت نوافع امنیتی میشن برای اینکه بتوانن تجربهاتشون رو بله. در اونجا خالی بکنن و در این حال درآمد خوبی هم داشته باشن. ممنونم. تشکر از مهندس علیرضا الفت که از تهران با ما بودند.